سلام بابا. سلام دخترم. دنبال چی میگردی؟ یه چیزی که بخورم. مگه صبونه حاضر نیست؟ نه. اختر کجاست؟ امروز مرخصیشه. ماما میدونه؟ فکر میکنم بدونه. خیلی خوب، پس یه چیزی هم واسه من پیدا کن. الان برمیگردم. امروز مرخصیه. میدونم. اگه میدونی پس چرا هنوز تو رخت خوابی؟ دیشب بازی داشتیم. میدونم. من تازه 5 صبح خوابیدم. اونم میدونم. اگه میدونی پس چرا نمیذاری بخوابم؟ آخه میخوام بدونم که تکلیف صبحونه من و بچه چی میشه. خب خودتون یه چیزی بردارین کوف کنی. کوف کنی؟ من که نمیتونم خودم رو واسه شکم شما اسیر بکنم. اسیر بکنی؟ اعصابم داغونه، بذار بخوابم. هر شب تا صبح قمار کردن اعصاب تو که هیچی، زندگیتم داغون میکنه. دست از سرم ورده، میخوام بخوابم. صداتو بیار پایین، بچه میفهمه. مردشور خودتو بچه‌تو ببر که از دستتون خواب راحت ندارم. ماشین حاضر آقا. ببین اگه فری صبحونه خورده را بیافتیم. چیزی نیست که بخوریم بابا جون. چطور چیزی نیست؟ خب لابد مهمونای دیشب از قحطی برگشته بودن. تو مدرسه چیزی پیدا میشه؟ شما چی بابا، تو شرکت چیزی واسه خوردن پیدا میشه؟ کیفتو برده بریم که الان زنگ مدرسه میخوره. برو دخترم. فری، بوس بوس. خدافظ. بای بای. اتفاقی افتاده آقا. عرق شیشه رو سوراخ نمیکنه، اما غم بی پیر آدم از پا در میاره. فضولی قربان. من از زمان پدرتون در خدمتم، شما دیگه جای پسر منی. دلم واسهتون شور میزنه. آدم باورش نمیشه که محسن خان شوخ و شنگول 3-4 سال پیش حالا مثل مرغ چرتی سر زیر بال بگیری. چرا حرف دلتو بیرون نمیریزی پسر جون؟ خیلی حرف هست که آدم به خودشم نمیتونه بگه. متوجه پیرم؟ بله. پس دیگه اینقدر سوال پیچم نکن. سلام آقا رئیس. سلام خانم، کاری داشتیم؟ من زن عزتم. عزت راننده شرکت؟ آره آقا رئیس، همون راننده. خب از من چی میخوایم؟ میخواستم ازتون خواهش کنم یه خورده کمتر ازش کار بکشید. کمتر کار بکشم؟ یعنی چه؟ آقا رئیس جون شما، این هوا بوده شده یه جوجه، پوست و استخون خالی شده، داغون شده. خب لابد غذاخور نیست. مثل گاو میخوره آقا رئیس، اما از بس شبکاری تو شرکت میکنه، وقتی دمدمای صبح میرسه خونه دیگه نایی واسش نمونده که به زن و زندگیش برسه. شبکاری؟ خب بله. تو شرکت شبکاری میکنه؟ خب بله. خودش گفته؟ خب بله. خانم جون بهتون دروغ گفته. دروغ گفته؟ خانم بعد از ظهر وقتی شرکت تعطیل شد کار تمومه، هیچ کم شبکاری نمیکنه. خب پس کجا میره که دمدمای صبح میاد؟ حتما میره دنبال شبگردی. الواتی؟ چی میگی آق رئیس؟ من 6 ماه پیش بردمش زیارت، آب تو بریختم سرش که دیگه نه پاشو تو کافه بذاره نه گرد الواتی بره. خب توبهش شکسته خانم. صبر کنین آق رئیس. ببخشین، حالا باز چی کارش کنم؟ شما کارش نداشته باشین، من خودم باش صحبت میکنم. صبح خیر خانم. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر. صبح خیر قربان. صبح خیر. متشکرم. لطفاً بگید راننده شرکت بیاد اینجا. چشم قربان. شاکر ایرت آقا بیا اینجا. خوب کردم تا دندتم نرم شه بی شرف حقه باز. یواش، چرا داری جاهل کنف میکنی؟ سر تو پات کنف از مرتی که یوازی 2 مرتبه راه کافه رو پیش گرفت که بوت مرده. دمدمای صبح میای خونه جختشم میگه تو شرکت شبکاری دارن. خب مگه حالا ندارم؟ تو بچه پرو تو چشام نگاه کنه بگو که تو شرکت شبکاری داری. بیا تو شرکت شبکاری دارم. ببینم حالا اون لنگه کفشمو در میارم ها. بیا آخه قربونو هیکلت برم، الهی که فدات بشم، الهی که هرچی درد و بلاتم تو کاسته استرم. خب بگو غلام حقه بگوشت چه خطایی از سر زده آخه؟ ده آخه بچه پرو الانه بیشه آقا رئیس جونت بودم، خودش بهم گفت که شبکاری تو شرکتت کلکه، ده بازم زبون برس. آخه ناموس سرمون پیش آقا رئیس رفتی چیکار؟ گفتم یه پدری ازت در بیاره، یه پدری ازت در بیاره که اون سرش ناپیدا باشه. یا جده سادات بزنه به کمرت، مردی که ایلاته به همه چیز. جونم از سراتو بیار پای خیته. تا بمیری غلط کردم. 70 آبادت بمیره. خیلی خوب اشتباه کردم بابا. تا بمیری دیگه نه من نه کافه. فقط از اینجا برو بیرون که این یه مسخال آبرومم بپاد میره. مگه تو آبروم داری؟ بذار دستاتو ماشمالی کنه. توفیش نکن چندشم میشه. اگه دیگه تو دیدی من شب دیر اومدم خونه، هر بلایی که عشقت بود سرم بیار. آره تو بمیری. چی کارم داری؟ رئیس کارت داره بیا بالا. خونه خرابم کردی زن. رفتم و دیدار به قیومت. مره نایدی حلالمو گو. یا الهی تاقره کن، چکرین، فرمایش؟ برو تو ببین رئیس چی کارت داره. خود شما چطور؟ خورده کاری نداری انجام بدی؟ کار خیاطی؟ کار خراطی؟ نداری؟ سام چکرین. سلام از شو قربان. سلام. همیشه سرحالی پسر. پیشکش شما قربان. بشین. نوکریم و وایساده سنگین تری. بشین. میخوام باهات صحبت کنم. چشم قربان. خب آقای عزتالله خان. عزتالله خان در بسته فداتون قربان. بشین. چشم. بگو ببینم نوع رابطه تو با زنت چه شکلیه؟ آه خواهش دارم قربان. از شما بعیده. بشین. چشم. از زنت ناراضی هستی؟ ابدا. برو بیا زیاد داره؟ ده این که فرمایشتیه؟ ابدا. بشین. چشم. شام و نهارت چیه؟ ساندویچ؟ جاتو خلی، آبگوشت بزباش، شامی کباب، تاست کباب. خبری هست؟ یا اینکه نه؟ یه دست کله پاچه تموم عیار با ترشی لیته و امثاله ها. بشین. چشم. خب پس چی؟ بد اخمی میکنه؟ بد رفتاری میکنه؟ نه ایناشو دیگه من میکنم. شب چی؟ شب چی قربون؟ بشین. شب بهت میرسه؟ شرموز درم میشه قربون، ولی خب جفتی حسابی به هم میرسیم. بسه. چشم. پس دیگه چه مرگته؟ حیف این زن، خیار میکنه تو این دور زمونه دیگه همچین زنایی پیدا میشن؟ اصلا بگو ببینم چی تو این کافه ها و شبگردی ها قایم کردی که دنبالشون میگردی؟ ها؟ عادت قربون. عادت؟ عادت قربون، به این کافه شمشاد سگ مصب عادت کردم. کافه شمشاد؟ آره آق رئیس، کافه شمشاد. میدونین به نیشنش زنای ریز و درشتش عادت کردم، با اون 5 سری عرق سگیش، با اون چرت و پرتایی که آدم سر میز به بربچه ها میگه. قربون، اگه شما هم جای من بودی کافه رو به دنیا نفروختی. وقتی شب خستم و مردک کار برمیگردی، کجا خوشتر از کافه با آدم میگذره ها؟ غم دنیا فراموشت میشه، میری تو عالم دیگه. خوش دارین امشبا تو کافه رو چشامون واسهتون تخت بزنیم و جمالتون گل بارون کنی. بهتون قولش شرف میدم با یه دفعه مراجعه مشتری دائمی کافه شمشاد بشین. قربون برو، برگرد نداره. اگه دست از کافه رفتن و شبگردی ور نداری، اگه بازم چی قرمون؟ به هرزگی و ولگردی و لات بازی ادامه بدی، اگه یه دفعه دیگه زنت ازت شکایت پیش من بکنه، فهمیدی؟ اخراجت میکنم. شما فقط امر بفرمایید، غضب نفرمایید. برو دیگه پیکارت. چشم، شاکرم قربون، نوکرم، عبدم، درتونم، ببخشید نوکرتونم. سلام جونی، بیا تو. میرم بالا. جناب محسن خان، بالاخره نشد که یه شب پای بازی ما بشینی؟ خانم نشستن کافیه، من خستم، باید استراحت کنم. ببخشید. شب بخیر. چی کارش میشه که فناتیکی، اهل این حرفا نیست. بلم کن فیری جون، نمیخوام. این چه وضعیه؟ مگه دیوانه شدی؟ سلام آقا، غذا نخورده میخواد بخوابه. طوری شده؟ فری خانم با مادرشون حرفشون شده. خیلی خوب، برو به خانم بگو بیاد اینجا. چشم آقا. خب، حالا واسه بابا تعریف کن که سر چی با مامان حرفت شده. میخواد جشن تولدمو تو مدرسه بگیره. چرا تو مدرسه؟ مگه خونه چه بشه؟ والا نمیدونم، میگه خودشون شب تو خونه پارتی داره. هیچ فکر نمیکنه که منم جلو دوستام آبرو دارم. خب من باش حرف میزنم تا متوجه این موضوع بشه. اینم یادت باشه، آدم هیچ وقت نه با مادرش دعوا میکنه، نه غذا نخورده میخوابه. تموم شد؟ تموم شد. نصرالله خان و سوسن سادات و امرالله خانم واسه بچهاشون تو مدرسه جشن تولد گرفتن، آبروی بچهاشون هم نرفته. بازم بابا و دختر حرفی دارن؟ اختر. بله آقا. بیار غذای فریده بده، بعدم بخوابونش. چشم. بیا تو در ببن، با 2 تا کلام حرف دارم. زودتر، منتظرم هستم. بذار باشم. ببین، اگه میخوای دعوا را بندازی، بذار واسه بعد جونم. الان باختم و حالشون ندارم. تو کی حالشو داشتی؟ هر وقت نوبت من شده یا حالشو نداشتی یا اعصابت خراب بوده. خب، حالا میگی چیکار کنم؟ با من هر غلطی دلت میخواد بکن، نونیه که خودم تو دامن خودم گذاشتم. اما دیگه سر به سر این بچه نزار، چون وقت اون روی سگم بالا میاد. تو داری لوس بارش میاری، تو داری آسیش میکنی. کجایی که ببینی که آتیشی میسوزونه؟ تو از کجا آتیش سوزوندنشو میبینی؟ از پشت اون میز لعنتی قمار؟ تو کی اصلا به این بچه میرسی؟ اصلا از بچه داری چی میدونی؟ هیچی، فقط قرفر و قمار و با هم پالکیاد نشستن و کفاین گفتن و بردی. اگه میخوای بازم شروع کنی، حالا وقتش نیست. من جلو مردم آبرو دارم. آخ خدا جونم، آخ خدا، این گمونم که اوریک موریک گرفته باشم. اوریک موریک دیگه چه مرضیه؟ مرض پولدارا هست. اگه مال پولدارا هست، پس چرا تو گرفتی؟ آخه اونایش که خوبه مال خودشونه، اونایش که بدبختیه به ما فقیر فقرا میرسه. وای 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 نقرسم ماره آت میکنم. نقرس دیگه کدوم سگیه؟ آخ نه نقرس دیگه نکنه اینم یکی از اون برزای پول دراست. آره خدا بگم ایشالا چی کارشون کنه که فقط درد و بلاشون به جون ما بیچاره ها میافته. خب حالا یه دقیقه بشی شاید خوب بشه. چی میگی زن؟ مگه عقلت از سرت پریده؟ این نشستن همونا، نفته شدن همون. چی داری میگی؟ این مرض با راه رفتن خوب میشه، واسه همینه که اسمش مرض پول داراست. نیست صبح تاشون نشستن و آبم دستشون میدن، اینه که اوریک موریک میگیرن. من بدبختم از بس پشت این ماشین نشستم و راه نرفتم، باز هوا بخورم تا خوب بشم. خدا بکشتم، الهی بگم این پول دارا رو چیکار کنه. را برو عزیز دلم، را برو. آخه اگه من تو این فسخلی جا قدم بزنم میترسم سرت گیج بره. میگم چطوره برم دم در تو خیابون قدم بزنم؟ بله بله تو خیابون قدم بزنی؟ نکنه باز میخوای بری در در؟ وای وای اوریکم داره میره تو موریکم. وای خدا قدر داد نزن، من در همسوی ها ناراحت میشن. پس من رفتم تو خیابون داد بزنم. آخ آه نکن، دقیقه به دقیقه میام به سر میزنم. آه سرم نزدی سوت بزنی جواب میدم. مرضش هم مثل خودش هردنبیله، اوریک موریکی هم شد مرض. یهو دیدم وارده آقا مصطفی سبز شده دم شرکت و بالاخره دستگیرم شد که اومده پیش رئیس و تقالی منو کرده. منم نه برداشتم نه گذاشتم، تپ راست خوابوندم تو گوشش. بعدشم پا شدم و رفتم یه راست تو اتاق رئیس، جست کردم دامندارو از تو جیبم در آوردم و ظرفی کوبوندم رو میز. اون وقت حسابی شستم و گذاشتمش کنار. حیوانی رئیس از ترس لالمونی گرفته بود. تو بمیری یاد تا کام حرفی نزد. واسه اینکه آقا با شما کار کنم، ما خودمون یه عمره که داریم مردم سیاه میکنه. میگی نه اینی که او از آقا بیرون. آره داشتیم میگفتیم این رئیس ما با اون هیکلش تا ببینه هیچی از زندگی نمیدونه، فقط بلد صفرهای بانکیش رو زیاد بخونه. صبح اداره شب خونه صبح اداره، تازه ناشتاییشم تو اداره خوره، شامشم که فقط یه ساندویچ تو خونه میخوره، اونم با سخت بزنه. میگن دست به قمار زنشم هیاته، این یکی جون کرده میکنه، اون یکی آیا میز قمار دودش میکنه هوا. تو ببینی با اون همه پولا هیچی از زندگی حالش نیست. بفرمین بشینی. یا بگو آقا با شما کار داره. تا بمیری؟ سستاپ چکری نوکری زیده خیلی شما بود. من نه آره داشته تعریفتون رو کم. آره خراب شدم خدا. یه ساعت این بابا اینجا بایستاده لال بودی یک کلم حرف بزن. بابا رو تو برم معرفت توه. ولی شما کجا؟ اینجا کجا؟ تو اینجا چیکار میکنی؟ مگه قرار نبود این طرف ها پیدات نشد؟ واله شب آخرمه، راستش اومده با بربچه خداحافظی. اون جفنگیاتی که داشتی درباره من برگور میکردی چی؟ اونم منباب خداحافظی بود؟ جون شما داشتم تعریفتون نمیکردم. چی مردم قربان؟ قضاشی بخوره بفستر دارم یه مایسه، یه کشک باره جون و یه کل بره محشی چی میرسانی؟ ویسکی خود یه بود از این عرقای کشمیشه جگرسونی تو یه خود ماسیار و ماسنوسری ریتید چی کاری شما؟ چش خوردون شکر جناب رئیس. این چه مسخره بازیه؟ اینا چی بود که دستور دادی؟ قربون شکل ماهت برم، تخلبی بودن ویسکی به درک خارجیه، ما رو کفار خوردنش حرومه. اینجا فقط عرقسگیه که حلاله. او پیپیتگاراف هم که خاطر نگوشت مونده و یخزنه درست میشه. اما امانت مایچه، چه مایچه با لباد بازی میکنه. جو فرمایید و یک تک ستاری درخشان که اونرش مشتاقان خود را به تب و تاب میاندازد با آواز درنگیز و رقص شورانگیز خود به محفل شما مشتریان گرام شورها را دیگه خواهد بخشید. اینک این شما و اینم نازی. چیه؟ ممکنه یه لحظه اونجا رو نگاه بفرمایید. کجا رو؟ اونجا رو. خروس کمن یا خروس؟ خدمتون که عرض کردم بهش میگن تقی خروس. عینه ها خروس جنگیه. خب منظور؟ دیدم که شما زیادی به این نازیه خیره شدی، اینه که خواستم جریانات این کافه واسه تو روشن‌تر بشه. چه ارتباطی داره؟ مرتبط قربو. یا تقی کشته مرده نازی خوشگل است، از شما چه پنهون باشوارشم از چکرم. از هر ساعت تقی خروس دست هیچ مردی به نازی خوشگله نمیرسه تا ببینی. خب حالا تعریف کن که اگه کسی دلش خواست با یکی از زنای اینجا باشه از کجا باید شروع کنه؟ والا رسمش جور واجوره. از صندوق پرتقال گرفته تا چند عدد رون چاق و چله گوسپند میفرستن پشت سند. اگه طرف خیلی داشته باشه شده که کلیه الماس هم فرستادن. خب در ضمن بودن آدمای ترتمیزی مثل شما که گل فرستادن، اما دستشون انداختن و بهشون خندیدن. حساب قرموشون چه مال خودت. متشکرم. نفهمیدم. چکرم منظورش من بودم. صبر کن. نه اینم زیاده. چکرم بیا داشتین این سیشه پول خودشم مال تو. خدا عرض نکردم قربون که خوشتون میاد. گمانم که باید حسرت زندگی شما رو بخورم. شما حسرت زندگی ما رو میخوری؟ ما هم حسرت زندگی شما رو. لابد اوست کریم هم حسرت زندگی من و شما رو میخوره. خب آقا رئیس به حمدالله افرد شهر اینطور که معلومه با هم میریم اشخاره. اگه یه دفعه دیگه بشنفم که پا تو کافه گذاشتی از شرکت اخراجت میکنم. زن تو زن زندگیه. اگه دنبال زندگی و عشق میگردی پیش زنته. دلم به رئیست خوش بود که اونم البات عذاب در اومد. زبونتو گاز بگیر زن. من داشتم دم در قدم میزنم که رئیس ناغافل اومد و منو برد دنبال یه کار فوری. آره تو بمیری. جون تو دیگه رمق به تنم نمونده. همه کار، روزکار، شبکار. آخ حالم که باستم سره. صدو نکن. ندارم یا بیدار میشن. میخوام از دل در بیارم. من کاری کردم که بده گوش کن. سکون برون تو سکون. بفرمایید. چی؟ بسیار خوب وصلش کن. بفرمایید. دیگه از این حرفش گذشته. راستی یادم رفت صبح بهت بگم که یکی از کارمنداتو بفرستی 10,000 تومان واسه من بذاره به حسابم. دیگه برای چی؟ دیشب باختم چک دادم. من دیگه از این پولا نمیدم. بی خودی علم شنگل رو ننداز. اگه چکم برگرده آبروی خودت میریزه. مگه تو دیگه برای من آبرویی هم گذاشتی؟ نکنی میخوای مادر بچه تو بفرستی زندون؟ دست بردار خانم. کدوم مادر بچه؟ ببین دارم ازت خواهش میکنم. باشه میذارم به حسابت، ولی شرط داره. شرطش همینه که دست از این کارات ورداری. دیگه بساط قمار تو اون خونه رانندازی و در عوض به این فکر کنی که شوهر داری، بچه‌ای داری و باید به اونا و خونه زندگیت هم برسی. باشه جونی. تو حالا یکی رو بفرست با آن که میترسم چکم برگرده. جدی گفتم. حالا چرا اینقدر داد میکشی؟ گفتم که باشه. اگه باور نمیکنی قول میدم. خیلی خوب. پس منم قول میدم که پولو به حسابت بذارم. ولی گوشاتو وا کن. به جون فری که اگه یه دفعه، فقط یه دفعه دیگه پای بساط قمار ببینمت همه چیزو زیر پا میذارم. سلام جونی. چه زود قرارمون یادت رفت. حالا وقت این حرفا نیست. باشه بعد. دیگه بعدی نداره. یا این بساط جمعش کن یا خودم جمعش میکنم. شما یک کمی عصبانی هستید. اینطور نیست. این به شما هیچ ربطی نداره. بهتر زحمت کم کنید خانم. چه طرز حرف زدنی؟ بهتر از این برات نیستم. یالا برید بیرون. گم شید از خونه من. تو حق نداری با مهمونای من اینجور رفتار کنی. خودت هم همین رفتار میکنم. مگه زبون آدمیزاد سرتون نمیشه؟ وقتی میگم بیرون یعنی بیرون. تو دیگه داری کفت منو در میاری. باید خیلی قبل از اینا در میابردم. ضروریه بذار بیام، چون این زندگی چیزی که واسم ساختی دست کمی از اون روی سنگت نداری. از این ورش خسته شدم، حالا این ورش برقص. این برش خسته شدم، حالا این برش برقص. چند وقت آزگارشو پا از خونه بیرون نداشتم. مگه بهت بد گذشته؟ نه، ولی یه چیزی کم دارم. چی کم داری؟ گفتم چی کم داری؟ او ساق رئیس صاحبی میگفت که پشماردش شدم. هرچی فکر میکنم میبینم حق با اون بوده. برم میپرستم، برم همه میرم. آخه چرا؟ من که همه چی رو واسه تو خونه فراهم کردم، دیگه چه مرگته؟ نه بگو دورت جون، همه چی رو فراهم کردی، الا چرت و پرت میفهمی؟ چرت و پرت؟ آره جونم. آخه چرت و پرت هم چیزی من؟ ببین، عرق خوری و رقص و آوازم به راه بوده، این درست. اما یه چند نفری رو نداشتم که بشینیم با هم چرت و پرت بگیم. اینه که دارم میپلاسم، اینه که دارم ابه میرم، اینه که دارم نقرس میگیرم. حالا میگی که چی؟ میخوای من واسه چرت و پرت بگم؟ که همیشه داری میگی. من هوای چرت و پرت مردونه رو کردم. برین زن، دیگه دارم دق میکنم. جون عزت بسه امشبو بزنم از گاراژ بیرون، یه چندتایی رو گیر بیارم، یه خورده دریوری بگم شاید سرویس بشم حالم خوب شه. باز که شروع کردی؟ جون موت نه، نوکرتم، چاکرتم، علوم اقوامتم. بس امشب رو برم به سلامتی، اینی که دیگه نمیخوام برم. اصلا میدونی اگه بذاری امشب برم عوض شب که برگشتم زینه زنده تو هزار جلت بکش بی تربیت. تا بمیری جون موت سنگ تموم میذارم، عزت بمیره بذار برم. باشه، اما فقط یه ساعت ها. Check that out. ببینم این مدت کجا بودی عزت چاخان؟ یکی رو با چاقو زده بودیم همچی که ناکار شده بود. اینه که فرستاده بودن اون زنده اونم بگو کدوم بند؟ کدوم بند؟ خدا قاتلا اونو تو همین علمی به قید زمانت عزت شده. او ببینی چی به جهتت این حقیقت داشتین؟ بگو بفرما بفرما وایزه کوچیک درا بفر کنار چکرم بخواستم حرکت نکن برکتشون چکرم سلام علیکم آتقی. سلام. خوب شد که اومدی. چطور مگه؟ این رفیق تازگی خیلی دور برداشته. غلط کرده؟ پاشاید گلیمش درازتر کرده. شاید کی باشه؟ شقش میکنم پای یکی جلو شما درازتر باشه. رفته تو نخ نازی و مدام پاپیشه. نفسشو میبرند. حالا کی این رفیق ما که از این غلطی زیادی کرده؟ که همون دیگه. همون یارو ترتمیزه. آه. آه. وای وای دادم وای چه فیل باشه میخوابونمش گردش رو به خاک میبودم حالیته حالا این چه کاریه؟ اگه امشب ناکارش نکنم پس فردا تو روم که وامیسته هیچی نازیرم از سن میکشه پایین دا عزتت اینجا سنگی که باشه کسی بتونه نازی رو بکشه پایین با اجازه الان خودم ترتیبش میدم حالیم کنار سلام جناب عزت الله خان چه سلامی؟ چه علکی؟ نه تصفی همه چیز نه گوشی، نه ورداشی، دست گوشی رو مال آتقه ساترین، همه علکیه، با اجازه حالا بزن دک و دنده با پک و پلوتو یه جا خورد خاکشید کنم مشتری که باشم بارو نوکردم که بکن و هیکل گندر از جا تا شقت نکردم هوا پس قرمه باز بزنیم به چاک حالا مرد میخوام که وقتی هاش میگم بلند شه بازم تمرگیده باشه تو پشم تو نشا بودم جایا دانه بخور آتقی بایده شما ما رفتیم سرش گوش تا گوش بباریم ملاقاتی تو زندو یایتون نره دیگه تو این کافه پیداش نشه یه اگرم بشه با هیکل بی سر پیداش میشه خیره تنخ باشه آتقی دیگه تکون بده هیکلو درم بکن بار جلو الله چکرم گفتم بفرمیم بلنشی خسته میشه بلنشی بفرمیم ملاقاتی یایتون نره قربون شما با اینجور کارا مگه من چمه؟ آخه این کارا با شما جور نیست خب جورش میکنم این بی پدر مادرها رو من میشناسم یه ها میبینی سر هیچ و پوچ میزنن دخلتونو میارن مخصوصا وقتی پای نازی خوشگله وسط باشه ببینم مگه تو خیال میکنی که من دست با چلفتیم که بذارم دخلمو بیارم از این حرفا گذشته نازی و امثال اون بیشتر خوش دارن با همین گردن کلفتا باشن اونا از آقابالا سر اونجوری بیشتر خوششون میاد ملتفته که چه میگن اونا دوست دارن که رفیق شخصشون پشت بنز 180 میشینه کت که روشونش بندازه کفش پاشنه خوابیده پاش کنه کلاهی مخملی سرش بذاره و اینجوری راه بره خب این که کاری نداره فردا دستور میدم یه بنز 180 برام گیر بیارن تو هم یه دست از همین لباسا و یه دونه از اون کلاها و یک جفت کفش پاشنه خوابیده برام بیار تو دفتر چی فرمودی قربان؟ این یک دستوره هر چی میگم بکن و الا اخراجی دار خبرش دار هر چی جا با آمد بردار دار این چه بساطیه؟ بساط جاهلیه کجا میبریش؟ اتاق اوساق رئیس اتاق رئیس؟ خودتون آماده کنین که افرد و پسفردا جای قلم و دوات باز رو میزاتون چاق و زامدار و پنج بکس و قمه قطار کنین آخه دار خبرش دار هر چی جا با آمد بردار واقعیتش اینه که چون اوساق رئیس نتونستن ما را اینهو خودشون بکنن اینه که حالا خودشونو میخوان اینهو ما بکنن با اجازه آخه یار خبری داری هر جلو پامه اندازه ها درسته؟ بله همه چی میدونه اوساق خیلی خوب باید کمک کنی تا بپوشم رو کشم بچه ها هیچ خبر داریم که رئیس از جایی نمیشه میگم یه خبر داریم این چند وقته تو کافه یه چیزایی دیدم و شریدم ولی تو باید یه خورده عداتور این جاهلا رو یادم بدی رو چشم حرف زدنشون هم باید یادم بدی خلاصه خیلی چیزا رو والا ما کلی شاگرد داشتیم که روونه اجتماع کردیم که اکثریت غریب اتفاقشون الان یه کنج زندون خوابیدن یا پای اعدامن خلاصه شاگرد رفوزه نداشتیم اعدامی داشتیم ولی رفوزه نداشتیم اشتباه کردی. اشتباه کردی. تیلف. تیلغراب. چیمیز. سمت. باره تو جلو بیشتر. خنگی قربون. منظورم اینه که موقع حرف زدن باره تو جلو یخت بیشترتر باشه. انداختم. حالا یه خود قنش بیار. چه شکلی؟ چه ریخته. این ریخته. چه کنه اصلا؟ خلصنا. چه کنه؟ اتفاقی افتاده؟ نه، اتفاقی نیفتاده. اتفاق. خب اشکال سر چیه؟ والا اشکالی که نداره. اشکال. خب اشکال سر چیه؟ والا تو فرمش نیست. تو خطش نیستم. ای والا. حالا من میرم و شما دنبالم همینطوری یه ریز ادامو در بیار تا برسی طریقه. بفرمایید خواهش میکنم. بجام. آشم اصلا. این شد یا چی؟ وارو بریم. حالا من میشه پیش رو، تو هم پس رو بله خواهد از جبای من؟ این جبای تو مالکو سرقا یا نشد؟ نه نمیشه نشد مرکلی دستونی بود، بخونه پیش رو هست نمون شده هستم اصابون که سرقا جان کنم از زیاد داشتی این ستب اینم ستب باب تو باب خوبه رو کمر کار کن رو کارم نه بیرنا نه همونجور تو کارم جست تو کمر جست بیرنا حالا برو تو این چشمه توف یادش نکن نه آجرو تو حیبت الان تو حیبت هم حیبت دوبل دوبل دیره ستبله بی بیرون خیلی خواهم آدم بیرون اینم بیرون خب دیگه چی بود غلاف کن مرد میخوام که نوتاق و کشم غلاف کن نه بابا دمیه تو خط ما خیلی وقته که تو خطیم چه کریم؟ این که وظیفته تازه چه خبر؟ نه دیگه وسطه تو داری تو رو اوستاتم وامیسی قرمون ما بابت لباسای پرداختی کردیم دستور بفرمین پولشو بدن نشتشو اخ کنم اگه یه دفعه دیگه عوضی افسر یا دک پوزتو یه جا خورد میکنم با شما که دست رو پشت بستی کف بندت میکنم جون من جون تو جون من چه؟ بله تو بزن به چاک عرضی خاشه نواره هم شب باز با هم بیای کاف تا جه خوشکشم خب ما خستیم حسب کن من تو رشته را رفتم هنوز یه خود ضعیفم خیلی خواه یه خود را کار میکنم بچم نه تو که با سر میز مطرح کنی تمام اکلتو تلا میگم تازشم کلی نوکرت میشم. نه آقا تو دیدی بشه همون یادوه نیست والا چه عرض کنم خودتون خنگی نزد خودشه. آخه این چه ریخت و شمایلی که باز خودش ساخته؟ من میگم که ریخت و شمایل واقعی شد دختر. یعنی اون لباس هست؟ فیلمش بوده. خب چرا آخه؟ زیر کاسه نیم کاسه جونم. این پدر اینمون که 100 سال جاهله. ازش خوشت اومده. واه مگه توفه نتنزه؟ من امشب رای مسافرتم. میدونم. اینم بدون که اگه دست از با خفه کنی خیلی خب دیگه اینقدر دور بر ندار به بچه ها سپردم مواظبت باشم. خب باشه گفتم اگه طرف ناراحتت کرد دخلشو بیارم. دودت میرسه؟ عوضی نیمده؟ مگه قرار بود عوضی بیام؟ گفتم نکنه راتو گم کرده باشی. من خیلی وقتی که رامو گم کردم. آره اگه زن نبودی واسه خاطر بی‌معرفتی تا را دک و پوز واسه باقی نذاشته بودم. ته اگه مرد نبودی الان سر میزت نبودم. راستش اومدم واسه اون دستگلی که برام فرستادی یه دستت درد نکنه بگم و برم. خوش باشی آقا زاده. بشین بشین استکان عرق با هم بزنه. دیر وقت جونم سر صدای گارسنا بلند میشه نمیتونم. بگو ببینم حالی بهت مونده یا نه؟ باز چی؟ های مونده یه گشتی بیرون شهر تو چند تا باغچه بزنی. اگرم نمونده خب تا در خونه نوکرت میشم. استخاره میکنی؟ آره. خوب اومد. خیره ببین تا تو حساب میزو بدی و بری بیرون ماشین تو روشن کنی منم اومدم. نازه تو آخه اصلا شما مردای انگاری که از دماغ فیل افتادیم خیال میکنین که همه این زنه باس رو دست و پاتون بیفتن. یه تو که پا سر میز آدم اومدن که این همه ساور کاب را چیدن نمیخواد که لابد نمیتونستم. اگه نمیخواستم که امشبم نمیومدم. وا چی نمیتونستی؟ چطوری سر میز اون یارو یاردان قلی دم با سر نشسته میکنه؟ تا حالا دیدی سر میز یکی دیگه غیر اون یاردان قلی تمرگیده باشن؟ خدایش نه. پس دیگه اینقدر پاپم نشو. این یارو یاردان قلیه جریان چیه؟ قو تقی خروس میگم. جریان چیه؟ جریانی نداره. اولش خوشت میاد. آدم خوش باشه کاپا بچه چه میدونم حتما اما خوشش اومده جدی بفرمایی جون شما ماما جونا دفعه برکنه کافه شب گردی شدی؟ تو واسه رای کافه شدی؟ هر رو اجبار. خب مال ماما رو اجبار بوده. تو شدی؟ میدونی اگه زن آدم مثل تو بود مگه تو زن داری؟ من؟ قرارم این بود که اگه یه زن مثل تو داشتم دیگه چه مرگم بود. خب این که قصه نداره با هم عروسی کن با آره چقدر خوبی ایو جدی میفرمایی؟ جون تو جون عمه نازه شبرم جالب آمد خوش بود داره رادیو آفته بود ببخشی مولید معذرت باید میکنم مجرد ببخشی والدام سلام علیکم اوضاع چطوره؟ اکشن از نظر ریتیتی میزونه جون من جون تو جون امت یک دلمه. ببینم حقوقت چنده؟ 700 میگیری. خیلی خوب. ایما 1000 کاسری. شاکری. وظیفته. شب تو کافه میبینم. نه نه نه. جون شما نمیشه. جمعونم میخواد دکتفوزاتو یه جا با. تمونو به هم بچسبونم. شب تو کافه میبینمت. زد زیاد. برو تو. برو جا. کی رو اومده؟ سلامتی. عامله. ترمز آقا رئیس. چی شده؟ بیا بخوریم به سلامتی آقایون کنف، رفقای آتقی خروس. سلامتی هرچی کنفه ناکرت نه، سلامتی هرچی نامرده، چرا که مرده میبینی. بگه جبه سر را که داری میری؟ به اون گنده بگو پاش از گلیم خودش بیرون نذاره. اینم چند روز دیگه سر کله آتقی پیدا میشه. بلندتر بگو ما هم بشتافه. هم بگو خفه خون بگیرین تا لوفی سلامون رو بشتافه. لوفی سلام رو بشتافه بکه زنها زورشون به زنها میرسه. سلام علیکم. خوشگرم خوشگرم بگشون کن بابا. دو تا اسکال زیادی زدن وارداتم. هوا پسه جمعونم که میخواد یک دعوای حسابی را بیافته. وارداتم پس اجازه بفرمایید بنده یه توکو برم بیرون یه هوایی کنم. بخوره ترس بشین با آدم نیستن عرقتو بخور. چرا مثل مگس ویز ویز میکنی؟ اگه مردی بلندتر بگو تا فکتو از کار بندازم. مرد نمیبینم. بگو تا نشونت بدم. قابل نیستی. نه این خدمت تو. همیشه به خودم میگم کاش نیده بودم. کاش اون شب سر میزم نیامده بودی. چرا؟ مگه از من چیزی دیدی که این حرفو میزنی؟ ترسم از اینه که یه روزی واسم تاقچه بالا بذاری و بخوای با یکی دیگه بری. به همون نمکی که با هم خوردیم. از همون روزی که شناختمت دیگه هیچکی واسم مرد نبودی. چه باوره، چه نشه. من راست راستی پابندت شدم پسر. پس خوش نهارم دیگه کافه داری؟ نمیشه آخه. از چی میترسی؟ عبی کاری؟ عبی پولی؟ از چه؟ ایش بابا چاکرت که هنوز نمرده. با این سوی تجلی اگه بذارم آب تو دلت تکون بخوره. آخه یه حسابایی تو کافه هست که تو را بهش نمیدم. چه حساباتیه؟ قرارداد دارم، بابتش سفته دادم. خب پرداخت بکنم. فکر اونشو نکن، قراردادم چند وقت دیگه تموم میشه جیگر جون. بعدشم ریب دیدی آزادم. صبح بخیر آقا. صبح بخیر. فریازره داره لباس میپوشه. گرفته ای پیره مرد؟ چیزی نیست آقا. قدرت خان. بله خانم. بهش بگو یه خود صبح بیاد خونه. قدرت خان بهش بگو صبح به صبحشم توی این خراب شده آمدن کفاره داره. بهش بگو اگه از زندگی با من سیر شده میتونه طلاقم بده. بهش بگو از طلاق خبری نیست. اینقدر تو این خونه میمونه تا بپوسه. بهش بگو قسم میخورم که بهش خیانت کنم. قدرت خان پس اینم بهش بگو که اون وقت سرتون میبرم و مثل دست گل میکارمش تو باغچه. سلام بابا. سلام بابا جو. را بیفت که مدرسه دیر شد. چرا شبا نمیای خونه؟ شبا کارم زیاده. خیالت من هنوز بچم که داری سرم کلا میذاری؟ نه تو دیگه واسه خودت خانومی شدی. شبا بیا خونه بابا، با مامان آشتی کن. من بهش میگم که اخلاقشو خوب کنه. با اینکه خانومی شدی ولی هنوزم بعضی حرفا برات چه زدنش چه شنیدنش زوده. تو داری همه چیزو خراب میکنی. ببین دکتر جان خرابه رو اگه خرابشم بوس بوس به بابا جون. خدافظ بابا جون. سلامت. بای بای. فضولی پسرم ولی خب حرفای شنفتم. میگن حسابی افتادین تو عیاشی. میگن؟ کیا میگن؟ خیلی آدم انگوش که تو دماغش بکنه همه خبردار میشه. بود و نبود من تو اون خونه یکیه. تو خیال میکنه که زنم شبا از فکر من تا صبح گریه میکنه؟ سرشه که بذاره رو بالش خورخورش 7 آسمون رو پر میکنه. خب پسر جان حالا خیال میکنه این زنی که میگن باش هستی واسط زن میشه؟ تو برای خودت کسی هستی اما اون یه زن بدکاره بیشتر نیست. آهای پیر مرد معذرت میخوام قربان، منظوری نداشتم. اصلا تو چرا پاری وقتا بهم میکنی به ما؟ بذار تو لاک خودمون باشیم. مرد حرف زدنشم عوض شد. چه گفتی؟ هیچی قربان با خودم بودم. کجایی؟ هیچه، هوای در داره مبادا شوهر سر برسه. مگه توفهی نتنزه، هرچی از شوهرمه. وای وای تو رو خدا. واه واه، میخوام 100 سال سیازی شوهره نباشم. مرتی که این دبنگ هک، حرف دهنتو مزمزه کن. حالا مگه من چی گفتم؟ خب دیگه چی میخواستی بگی؟ تو رو خدا این قیافه رو نگیر که عقم میره. اگه بری تو آینه نگاه کنی بیشتر عقت میگیره. دریوری نگو، دریوری حقته. حالا چرا یهو جنی شدی؟ آدم جن میبینه که جنی میشه. حالا مگه چی شده خانم؟ گفتم بالا چش شوهرت ابروئه. هرچی هست به کسی مربوط نیست. دیگه هم حرف جدی نزنی که اون وقت هرچی از ذهنم برسه بهتون میگم. غلطای زیادی؟ بریم بابا، این امروزه شیریش میشه. تکلیف کاسه چی میشه؟ سرش بخوره. اینا یه مرد بی خودی از زن و زندگیش دست نمیشوره که به قول خودت بره الواتی. لابد یه دردی داره. زن اگه زن باشه میتونه مردشو جمع و جور کنه. وقتی مرد چشم و دلش از همه چیز سیر باشه دیگه نگاش دنبال کسی نمیره. حالا باید چی کار کنم؟ کار حسابی رو دیشب کردین که اون مفقرای مفقر رو از خونه ریختین بیرون. من نمیخواستم، ولی یکیشون برگشت پشت سر محسن یه چیزی گفت که من نتونستم تحمل کنم. خب این خودش میرسونه که تو قلباً شوهرتو دوست داری، مگه نه؟ این چند وقتی که نیومده تازه فهمیدم که چقدر دوستش دارم. تا اونجا که بتونم سعی میکنم یه کاری انجام بدم. اگرم نتونستم شاید کار به خودی خودش درست شد. مامان گریه میکنی؟ تو رو خدا گریه نکن مامان جون. تقی خروس واسه بچه ها شیل قراف زده که همه چند روزه بر میگرده. آره من جای شما باشم این چند شبه رو تو کافه آفتابه نمیشم. خب اشکالی نداره، قرارداد من امشب تمومه. امشب شب آخریه که میرخصم. پس قربون شما این یه شبرم دور کافر خیت بکش که به خیر بگذره. با تو خیال میکنی با کی طرفی پوز ملوک؟ ببخشین های گردن کلاف، هیچ فکرشو کردی که اگه سرتو گوشتن لب باغچه و مثل دست گل بریدن من پوز ملوک از کجا باز مروتم بگذره؟ فکر نمیکنی من باید برم مرغ تقی خروس بشم؟ ببرون نفس تو که همش به فکر خودته. من از شما معذرت میخوام آی گردن. منم اگه جای اون بودم این چند شبه رو نمی اومدم کافه. باید چشم نکن، آخه اگه تقی سر برسه خون را میفته. میفهمی اوست آقا رئیس؟ اگه تقی سر برسه حساب خون ریزیه. اگه قرار خون کسی ریخته بشه خون اونه نه من. چرا سر منو نگه نداشتی، چرا برق دلم باور نداشتی، چرا سر منو نگه نداشتی. نازی خانم گاوت زاییده. در چشمال تو معذرم، بهت مژده بدم که آتقی برگشته. خودم میکشم. میز فقرا خوش اومدید. باید یه چند مدتی از این شهر بزنیم به چاک. بی خیالش، ما از اون بیداش نیسته. اونا آدم کشن، اونا این حرفا حالیشون نیست. پاش بیفته بالا یه تارمو دنیا رو با آتیش میکشم دخمم. ما خیلی خاطرتو میخوام. اینو باید گفته بودم یا نه؟ تو دیوونه‌ای. بده که برم سر میزش. خب تو چی عشقته؟ اینجا یا اونجا؟ اگه عشقم اونجا بود که پیشش تمرگیده بودم. مگه زبون آدمیزا سرت نمیشه؟ قانون فرمودن که عشقشون اینجا جورتره. هره آخه چی؟ آخه با زغ نبود. بزن با چاک. خب چی شد؟ فرمودم بزن به چاکری. دوره چاکری بلنش میزنم. نمیام من نمیام کن. همون کاره همیشه گیتو با کامبرو معرفه. من کسی رو سرکار، اون اصلا سرکار بفرمید آقا سرکار به موت خستم کلکی اون اهل چاقه فکری این حرفاتی آه بالاخره روشن بشه آخه میخوان کار دستت بدم این خیاله از تو معلوم که من کار دستشو ندم فقط باز بری عزت واسه من پیداش کنی بیاریش کلانتری بریم سرکاری آدم اگه میخواد محکم داشته باشه با این حس ما داشته باشه قارمون استعداد جاهلیت واقعا که بی نظیره هنوز هیچی نشده پشت میله ها جون شما وقتی خبرش شنفتم کلی به خودم امیدوار شدم از شما چه پنهون میخوام مکتب جاهلی واکنم من اونو با چاقون نزدم پسر دسته واسه جاهل افت داره بگو زدم کاریت نباشه 5-6 ماه واسه زندونی میبرن بعدشم کلی میره رو اعتباره خوابش رو ببینی پسر چه خوابی؟ اونا 4 تا شاهد دارن همشو میگن دیدن که تو اونو با چاقو زدی ولی تو که اونجا بودی دیدی که من نزدمش ولی اونا میگن دیدن که تو زدی آش نخورده و دهنه سوخته من میشه خیلی هم شدی پس میشه موندگار شدی آقا رئیس بعدش چی؟ بعدش که حقیقتو بفهمم تابیان بفهمن تو کلی آب خنک خوردی خدایا شکرت که شاگردم عاقبت به خیر کردی خدا نکنه که آزاد بشی از اعتبارت کاسته میشه برو تغییر رو پیداش کن و بهش بگو هر چقدر پول بخواد بهش میدم به شرطی که طرف بفرسه تا واقعیت بگه و ما هم آزاد شیم رفتن از ما میریم و میگیم ولی اینم میدونیم که اون فقط خاتونو میخواد نه پولو بهش بگو هر چقدر پول خواست میفهمی؟ هر چقدر خواست بهش میدم تو بمیری اگه زبونم کف کنه اگه هرچی التماس بلدم واسش بریزم رو داریه به خرجش نمیره که نمیره میدونی واسه چی؟ واسه اینکه آتقی راستی خاطره واسه اینکه جدی میخوادت خب پس باید چیکار کنم؟ تو باز برگردی سر خونه اولت چی داری میگی؟ ببین عبدی تو زندگی رفیق ما رو داری خوشک بیریخ میکنی امروز زندون از فردا اونجا که عرب نینداخت مگه به سرت زدی؟ تو به درد آتقی میخوری آتقی هم به درد تو دست از سر رفیق ما بکش بازه برسی خودش تو چی خیال کردی؟ یه عمری دنبال یه همچین مردی میگشتم که سایش رو سرم پهن کنه که منو زیر بال و پر خوش بگیره خیالت حالا که پیداش کردم میتونم ازش دست بردار باشم اون به درد تو نمیخوره تو هم به درد اون نمیخوری اینو حتما قبول کن اما نپرس چرا بذار کلوم آخر رو بهت بگم ما قرار مدار گذاشتیم ما قسم خوردیم که دیگه نه کسی واسه من غیر اون مرد باشه نه کسی واسه اون غیر من زن تو هم اگه از تقی خروس ترسی داری مهم نیست خودم میرم پیشش چی شده که حالا به عیزالآبه افتادی؟ تو که داشتی با دمت گردو میشکستی؟ دست فردار تقی ما که گردو داشتیم اگر هم داشتیم کجا واسمون موند که بشکنیم هرچی داشتیم و نداشتیم به پای شماها ریختیم پای کیا؟ اون چند سال اولش که هرچی تو کافه جون کندیم خرج هیکل بیقواره حسن دزده شد چند سالی هم جمال اصغر حاج بیبی رو با اسکناسای ریز و درشتمون گل بارون کردیم اون دندون تلاهای رضا ایکبیرم که تو دهنشه با خیلی چیزای دیگهش عقر کمر و میناشناش من راست و ریز شده خب این چند سال آخرم که هرچی در آوردم ریختمش به پای تو بنی بسنی؟ چه چی؟ حالا من خسته شدی حالا میخوایی بری پای اون گندهه بریزی مای ما چه مونه؟ مای ما بعد خرج میکنیم اون پولمو نمیخواد خودمو میخواد تو بمیری همدیگه رو خیلی میخوایم اما نه اونجوری که فکرشو بکنی ها بیا دست از سرم وردار دست از سرش وردار بذار با هم باشیم بذار به اونی که آرزوشو داشتم برسم برسی؟ به چی؟ خیالت که اون عاشقته عشق اون یعنی عشق به پولت که ما داریم یا این که عشق به تنت اگه یارو عاشق پولت نباشه خب عاشق تنته، که ما در ضمن عاشق تنت هم هستیم. اما عشقی که تو فکر میکنی دریوریه، یکی دو ما که طرف تنتو دستمالی کرد عشق رتته، یعنی مال از سیده یه تیپا به نابدتره تو مندازتت بیرون. دست فردار تقی. نمیتونم. اگه بخوای یا رو دست و پات هم میفتم. اگه پوزت هم به خاک بمالی بازم حرف مرد یکیه. ولش کن تا ترتیب آزادیشو بدم. ولکنش نیستم، اونم ولکن من نیست. گمون کنم که اینو خودت هم میدونی. من فقط میدونم که دوباره بر میگردی سر وقت خودم. حسرت جونم، حسرته. حالا که اینجور شده یه رای دیگه من خودم ترتیب تو رو میدم. قاپی نیا، فقط یه را داری، اونم طرف حاجیته. اگه دوستش داری، اگه میخواش، اگه با آبروش فکر میکنی، ولش کن تا جور کنم که آزاد شه. فقط بپر تو بغل حاجی تو کار تمومه. خواب ببینی، آرزوشو به گور ببری. مرد درسته که مرده، اما دلش از سنگ نیست. ای والا. چه شکلی بگم؟ از اینکه برم ملاقاتش ترس دارم. آخه من اخلاق اونو خوب میشناسم قدرت خانم. کسی اونو بهتر از من نشناخته. من شوهرتونو بزرگ کردم، هنوز به دنیا نیومده بود که من در خدمت پدرش بودم. میدونی باعث بانی همه این بدبختی ها من بودم. حالا موندم که چه شکلی باهاش روبرو بشم، چه شکلی تو چشاش نگاه کنم. اونم بعد از اون همه دعوا مرافعی که با هم کردیم. به محبت شما این روزا خیلی احتیاج داره. یه لبخند و چهار تا کلام حرفی که به دلش بشینه. شادم بشه یه جوری فکر اون تنه کره کلش بیرون انداخت. خودم رو درست و حسابی بازم منتظر میشم. اگه نشدی؟ خب میشم. اومدیم و نشدی. اگه نشدم هر کار دلت خواست با من بکن. این همون سنه؟ آره خودشه. تو خونشو بلدی؟ آره که بلدم. پس یادت باشه که بعداً آدرسشو ازت بگیرم. پس یادت باشه که یادم بندسی. ازت خواهش میکنم. دیگه دیر شده. هیچ وقت دیر نیست. تو دیر متوجه شدی که یه مردی هم تو خونه هست، یه مردی که شوهرته. حالا که متوجه، حالا دیگه خیلی دیر شده. تو رو خدا اینطوری با هم حرف نزن. همه چی عوض شده، همه چی همونطوری که دلت میخواست. حالا دیگه منم عوض شدم، آلوده شدم. تو آلوده نشدی، تو خیال میکنی. تو برای من همون مرد پاکی که بودی. اگه زن دیگه تو زندگیت اومده، گناهش کردن خودمه. پس فراموش میکنم. تو فراموش کن. من هیچی رو نمیتونم فراموش کنم. من بدم، اینو میدونم، من لیاقت تو رو ندارم، ولی به دخترمون فکر کن، به خاطر اونم که شده. دیر شده، همه چی دیر شده. با کی کار داشتی؟ با شما. با من؟ آره، من راننده محسن خان هستم. تو حرفی نزده بود؟ اگه اجازه بدی بیام تو، خیلی حرف هست که باز بدونیم. خیلی خب، بیا تو بینم چی میخوای بگی. بفرمایید. پیشش بودی؟ تو زندونو میگم. بودم. خب پیغامی فرستادی؟ نه. محسن میدونه که تو اومدی اینجا؟ نه نمیدونه. خب پس چی؟ اومدم اینجا ازت تمنایی بکنم دختر جون. تو تمنا چی باشه؟ میخوام کاری کنی کارستون، کاری کنی که محسن خان ازت سیر بشه، زده بشه، برگرده سر خونه زندگیش. چته پیری؟ به سرت زده؟ این اهمیت نداره، مهم اینه که تو بدونی مردی که اینطور شب روزشو بالای تو داده چی کار است و زندگی چند خونواده به اون بستگی داره. به من گفته که سلاخه، حرفم توش نیست چون به هیکلش میاد. بی سوالی هم نکن که هیچ خوشم نمیاد. اگه بفهمی اون صاحب یه شرکت بزرگی و تو عمرش هم دستش به چاقوی سلاخی نرسیده چی؟ بازم خوشت نمیاد؟ از شیر رو به رویی که داری میگی هیچ خوشم نمیاد. فقط خوشمه که رو کراس بگی چی ازم میخوای. میخوام که دیگه سر وقتش نری، خونتم عوض کنی، اصلا از این شهر بری که دیگه پیدات نکنه. ببینم پیری، دلت نمیخواد که خودمو با مغز از این پنجره پرت کنم تو خیابون؟ نه نه، اینو هیچ وقت دلم نمیخواد. کی تو رو فرستاده؟ دوستش داری؟ آره میخوامش، اما تو رو سننه. اینایی که داری میگی حرفه. اگه راست میگی، اگه پیله پیله‌ای تو کارت نیست، نشون بده. نشون دادم پیری، زندگیمو بالاش دادم، هرچی بوده ریختم دور، دست از همه چی کشیدم و نشستم پاش. اون تنها کسیه که تو همه زندگی میخواستمش. واسه خودت میخوایی یا واسه خودش؟ واسه خودش. پس نذار که به قیمت همه چیزش تموم بشه. اگه قرار فداکاری کنی از ته وجودت مایه بذار، نشون بده که میخوایش، ازش دست بکش، بذار برگرده اونجا که جاشه. کجا؟ خونش، پیش زنش، پیش بچه‌اش. خودشو خان نکن، اون هیچ وقت به من نگفته که زن و بچه داره. نخواسته. از کجا که تو راست میگی؟ از اینجا. درست نگاهشون کن، هر دوی اونا چشم انتظاره، یکی چشم انتظار شوهر، یکی پدر، چشم انتظار آقای خونهشون هستن. تا اگه اونو بهشون پس ندی، نفرین اون زن، گریه اون بچه به زمین گرمت میزنه. خیلم گذشته. تو اگه واقعا اونو دوست داشته باشی حاضر نمیشی سعادت خانواده اونو به هم بریزی، آشیونش رو داغون کنی. نه، تو هیچ وقت همچین کاری نمی کنی، چون اونو دوست داری. همه اون چیزایی هم که متعلق به اونو دوست داری و راضی به نابودیشون نیستی. جایی که میدونم زنای امثال تو اگه هیچی تو زندگی نداشته باشن لوتیگری رو دارن. من تو رو به لوتیگری خودت واگذار میکنم. خواب سر خونه اول تمومه. کاری دارم که باز برم. شما هیچ کاری نداری غیر از این که برگردی سر خون زندگی. یکی چشم براهمه، باز برم. آروم باش خانم، درست میشه. قدرت خود، بیبریم کاری یه سره بکنیم. که چی کار کنیم؟ میریزیم تو خونه نازی. چی داری میگی پسر؟ مگه عقلت کم شده؟ من تقبل گریه این خانمو ندارم. درست میشه. بریم. آره بریم. بیا مرگ من بیا. آه ناز نکن دیگه، یه فقط بینم کن دیگه. کجا؟ باید اینجا. ای هر جایی لعنت به تو زن، مالک لعنت. مگه دست نداشتی که در نزده اینم گاف سرتو انداختی پایین اومدی تو؟ خفه شو حرف دیگه لکم، ببن فکتو بزن به شک. هری بید پشت من. همین توی هر جایی بی آب روی بی صفت. بازمو بل کن شکستیش. این خون خراب این رسمش بود؟ این بود اون همه قول و قرارا؟ مگه قرار بود که بی اجازه تو آبم نخورم؟ قرار بود بی اجازه من نفسم نکشید. چی خیال کردی؟ که شوهرمی؟ که هرچی دلت خواست میتونی بارم کنی؟ که اصلا من به حیوونی مثل تو دل میبندم؟ هرزه! زن هرزه لنگ همومه. از چیزی که عمومی شد چه انتظاری داری؟ توف به تو ای نمک بروم. لیاقتت همینه که تو این خراب شده بپوسی. من از سگ مستر بگو که میخواستم باید عروسی کنم. توف به تو. بیا اینم مزد اون شبایی که باهات بودم. بگیر.